چمه؟ یو چمه استمیر استمیر برو کنم جناب اجازه بده آتم بیگ قربان کجا هستی؟ در خدمتم حضرت همایونی نه کجا هستی؟ آه. در نزدیکی بلد سمنان جناب همایونی سیاه همین حول عوالی جهت استراحت متوقف میشه آرام باشید آرام باشید بسیار خوب آرام باشید آرام باشید آسینان میگیر یا اوشیون است اونا چرا گیر یا زاری میکنن آرام باشید اون طرفتا نخبردی قربان تعدادی از اهالی سنگسر هستند گویا به دادخواهی از حاکم آمدند همه چی مونه ازمون گرفتن به کی باید شکایت کن سیاه بگوی داران باشه همین از صاحب شکایتشون رسیدگی میکنه آرام باشید راه باز کنید راه باز کنید قبله عالم تشریف فرما شدن راه باز کنید آرام حضرت همایون آرام. به دادمون برسید خونمونو خراب کردن پسرامو کشتن گوسفندامو به غارت بردن زندگیمو تباه کردن آخه تکلیف من چیه یه زن با یه مش عروس و نوه و عائله چی کار کنه نمیذارن صداوون به شما برسه خونمونو خراب کردن اومدیم معترض شدیم نذاشتن حالا چی کار کنیم؟ به کی پناه ببریم؟ حضرت کمانی خدا را خدا را خوش نمیاد تو را خدا بیدادمون برسیم من پیر زن چی کار کنیم؟ قربان جناب همایونی به سلامت باد همکنون پیک ویژه از مشهد وارد اردو شد خبر چی آوردی؟ امروز صبح آنتونیو دوگوا سفیر فیلیپ سوم پادشاه اسپانی در رأس هیئتی وارد مشهد شدند خبر خوبی است به میهماندار باشه ما امریه کنید پی نماز صبح تاخت بزند نزد بیگربگی مشهد اجمعان از هیئت اسپانی پذیرای شایان بشود تا ما برسیم دشمن ما عثمانی فیلحال دوست ماست گید نیازی به امرای نیست اطاعت سفر هم دست از کار مطالعه و تفکر بر نمی داری مطالعه و تفکرم نوعی عبادته عبادت هم که زمان و مکان نمی شنسه جناب همایونی خبردار می کردن لااقل سر و سامونی به این وضع آشفته می دادن دوست داشتیم بی تصنو حال شما را ببینیم بنشین در دربار ما کمتر پیش آمد می کند متکلم بی انصاف در خصوص رقیب خود حرف می زند از این کسانم که شما را رقیب خود می دانند دور بر ما کم نیستند بعضی حتی مصرن که شما عقیده باطل و خلاف عقیده فقهای دین در باب احکامی چون تقلید دارید کاش می فرمودن عقیده مکمل نه متخالف نظری که حقیر در خصوص حکم تقلید عنوان کردم منوط است بر نص صریح کتاب الله مبنی بر تدبر و تعقل مسلمی برای ما هم شرح مطلب کنی
سخن بنده ساده و روشنه. اقتضای عقل شریف ایه که اگه کس مجتهد باشه که نیازمند تقلید نیست، و اگه مجتهد نباشه مجاز به تقلید، همون مشروط به ای که او اندازه آگاهی و شناخت داشته باشه که بتونه مجتهد صالح و آگاه و متقی و از غیر او باز بشناسه. اگر کسی بتواند اندازه دانش یک مجتهد را بشناسد، که فی الواقع خود یک مجتهد است. خیر جناب مایونی، مقلد مکلف است طبق فرامین قرآنی در امور عام و کلی خود سعی به کسب آگاهی کند، و فقط در خصوص امور بغرنج و تخصص پذیر از مجتهد متخصص کسب تکلیف کند. این نقطه نظری شما نفیاً یا اثباتاً در حیطه اهل علم و انصاف جای تأمل دارد. خود جناب ما هم که در مقام مرشد کام مرجعیت تام داریم، مرجحیم به این که رعایای وفادار و آگاه داشته باشیم تا نفوسی که برروار در پی این چوبان بیاید. این معنی را که غایب میبینی دلمان میگید، فکری میشویم نکند اینها که امروز را بیاد به بهی جانب ما را گرفتن، فردای مبادا به باد اه اهی زیر بایداغ یک مدعی دیگر برود. از شما پنهان نباشد حتی به اهل حرم سرای خود هم اطمینان کاملا ندار. الظاهر چاکر و جان نثار و فدوی زیاد داریم و متصل دوره برامون شلوغ از این هاست، اما فی الواقع خیلی تنها است. نقد جناب ما نقد سوزن است، همه را می پوشان، اما خودش لخت است. همه متنها هستیم جناب مایونی، و تو وقتی که در دار حبوتیم یه تنهایی گریز ناپذیر رو عبدی است. چه خوب حال مرا تقدیر میکنید، یعنی راه فراری از این زندان تنهایی نیست؟ تنهایی راه فرار، ففر روی لله. مگر عباس به همون راه نمی رود؟ جسارتا عرض میکنم که ایو بهتر از رعایایی بپرسیم که یه قسم ستم دیدشون در قصبه سنگسر به دادخواهی اومده بودن. ما که داد اونا را ستاندیم حکیم، تکلیف دادخواهی کرور کرور رعیت ستم دیده دیگه چی میشه؟ همشون بخت ایو ندارن که عرض خودشون و شفا هم به گوش شاه برسونن. بیشتر بگر به ما زدیم ملا. زبان به سر گفت سالمی، سر گفت اگر تو بگذاری. بی خود نیست عالم و عامی از نیش زبانت بگیلایند ملا. با این حال ما شما را این طور بیشتر میپسندیم. تا چه مدت جناب مایونی؟ سلام جناب صدر مسعود. سلام امیرزا حبیب، حال شما چطوره؟ سلام جناب صدر. سلام حال شما چطوره؟ خوشحالم. بفرمایید. 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 الحق که برگردن من منت گذاشتین رفقا. به خدا راضی به زحمت شما نبودم.
نقدی نیست حاج آقا، موقع تقسیم سوغاتی ها انشالله جبران موافقات. سوغاتی بزرگ کوچیک معلم به روی چشم. حالا بفرمایید اندرونی در خدمت بشین، بفرمایید. حالا که خسته مصدد نمیشیم، انشالله یه وقت دیگه شد. پس تکلیف همه ولیمه چی به وسته حاج آقا؟ اونم رو تخم چیشم حضرت والا. بفرمایید جناب. بفرمایید شما سلام علیکم. علیک سلام عروس خانم. خوش اومدید. بهار آوردی. بهاره خلوی که شما جوانایی. پس سارا بانو کجا هست؟ ساق و سلامت منتظری شما. بهاره که خونه دونم همه هفته ای به مبارکی و میمنت نزولی اجلال کردن. مشتگونی خوشخبری شما محفوظ عروس خانم. حتی نپرسید پسرس یا دخته؟ خدا کنید مردای دیگه هم ازیشون یاد بگیرم. میبینی میرزا دارت به من طعنه میزنه دا؟ هیچ میدونی خوششانسی بزرگی شما زنا چیه؟ چیست؟ این که شما زنا مثلی ما مردا مجبور نیستید زن بوسونید. خوششانسی بزرگی شما مردا اینست که مجبور نیستید مثلی ما زنا زایمان کنید. به قولی مادرم یه زن اگه سه بار به جنگی با دشمنی جرار بره ترجیح دارد به اینکه یه بار دردی زایمانو تحمل کنه. بیرا میگم آمیرزا؟ والا من که تا حالا زایمون نکردم عروس خانم. ام کلثوم مونس مهربون مادر سنگ صبور روزای پیری پدر. عرقی سفیرستان خوش نکردی براش اسمم گذاشته. عروس خوش حافظه چطور خواست مادر شوهرش از یاد برده. قرار شد اگه طف دختری به این قشنگی بود نوم مادر خدا بیامرز تو رو روش بگذاری. ام کلثوم. یا دلتنگ آتیه دختر. اما اگه دومیه نگران نباش، پدرشونه بی جهاز خونه شوهر نفرسته. نه؟ دلتنگی شما بودم آقا. تو ایام غیبت دون چوبیچه های رنگ به رنگ بود. از همه گنده ترش این است که می گفتن شاه تو مسیری سفر حکم به قتلی شما داده است. اینم یکی دیگه از فضایل مذموم اهل این مرز بود. حرف خبر که دهن به دهن می چرخه و دست به دست می گرده گاه تو این اندازه تغییر معنا پیدا می کنه. حالا که می بینی بانو ترس شما ترس بی‌مأخذه. شاه صفوی و علل اجمال با شوهر شما کاری نیست. علل اجمال؟ علل اجمال حرف و حدیث و بیتر بیزوری برای وقتیش. فلحال باید نومه روونه شیراز بکنم تا فاطمه بانو مطلع بشه که مادر بزرگ شده. بفرموی جناب صدرا، از بیت حضرت میرداماد پیکی اومده با پیغوم آجه. روی حرف ما حرف می آورد؟ گلات می کند نمی خواهد. اونم حالا که چندین سنبول از حضور دختر در آلاگاپی سپری شده و گاتبه ناس منتظرن جا
جشن ازدواج این دو ولد چموش انگریب سر بگیرد. جناب همایونی همسر خود را میبخشند، اما همه اهالی حرمخانه شاهی خوب میدانند که در این چند ایام حضور دختر جز نسبت ستیزه و لجاج نسبت دیگری میان این دو نبوده است. اما ما متصل شنیدیم اسب و خر را که یک جا نگه دارند اگر هم بو نشوند هم خو می شوند، الا به این که مادر این پسر وردی در گوشش خونده باشد. مادر چه کند که نازدان پسرش از فرط کتک هایی که از این دختر کولی مرجانه در کودکی و نوجوانی خورده نسبت به او قویاً بی‌رغبت و گریزان است. خاک بر سر پسری که متصلاً از یک دختر کتک بخورد، اون هم کسی که قرار است شاه آتی ایران بشود. ولیعهد به حرمت شاه خیشتنداری می کند، علاوه این که پوشیده نیست دختر چند سالی سالمندتر است و پرخاشگر و بالفطره حاضر یراق کتککاری و دعوا. تارنال نرو حکیم خاتون، صفی میرزام در ایجاد مرافع کم از گروه سلطان نیست. محض اطلاع مرشد کامل جناب همایونی باید عرض کنم گرخ سلطانم هیچ رغبتی به این وصلت ندارد. میدانم درد اون گیس بوریده چیست. کمافی سابق گیس ما را به جهت عاقبت پدر گور به گورش زیر دندون دارد. همیشه جوری به ما خیره می شود که نهو دست و پایش را با آب مردشور خانه شستند. جناب همایونی به هر چه که می فرمایند محقند، چون حق پدری به گردنی دختر دارند. دختر هم نمه به حرام نیست و این مطلب را خوب می داند. علا ایحال واقع این است که نسبت این دو جوان به هم انگار که نسبت خربوزا و عسل است. محاذا این طور که پیداست ستارشون زفته هم نمی افتد. طبع دختر را من که مونس روز شبش هستم بهتر از ما بقیه می شناسم. روح او به جهت تعلمات واقع شده جوری فسرده به حسرت است که معذالله اگر دیانت عیسوی داشت حکمن راهبه تارک دنیا می شد. ای مرحوم مادرش دختر جدیمان شاه تماسب نبود حکمن این کار را می کردیم. منتها به جای سومه می فرستادیمش به قلعه قهقه تا در محبسگاه شاهزادگان معدوم البصر گدر عافیت بهتر بداند. اما چه کنیم که دلی ما اگر نصفش سنگ است نصفشم شوش است. خدا دل نازک شهریار را از هر غمی دور نگه دارد. پادشاه بهتر از جهت ولیعهد صفی میرزا هم دلواپس نباشند. هنوز ناپخته و خام است و وقت میبرد تا زیر سایه همایونی به مردی پخته و شایسته تاج و تخت مبدل شود. الهازا اگر خاطر مبارک رضا باشد برای هر دو بعدن جداگانه فکری بشود. چرا بعدن خان بیبی؟ همین حالا تعین تحلیف میکنیم بینگاد مجلس عقد صفی میرزا در شب آدینه همین هفته. نادی عروس چه کسیست جناب همایونی؟ خواست پدر که نادیده گرفته شود هر شی میخواد باشد. فیلم مثل خواهرزادی نوبالغ ماتما خانم گافکازی. دختر یک کنیز. مادری پسر هم یک کنیز چرکسی است. اما پسر که ولیعهد ایران است. چی فایده که به حرف پدر راه نمی رود؟ اما جناب همایونی حرف همان است که گفت. خان بیبی خود ترتیب کار را بدهند. گدگن میکنیم سر و صدای جشن و پایکوبی باشد. اما در خصوص دختر، از اونجا که وقت شوهر کردنش رسیده و صلاح نیست بی شوهر در حرم سرا نگاه داشته شود، ناگزیریم جهت حفظ آبرو اونو که دختر عمی ماست به عقد خود در بیاوریم. دیگر حرفی نداریم.
دست شما درد میکنه برم. ممنون. جناب شیخ بهایی، چرا جهت این مجلس شاه رو دعوت نگرفتید؟ ایشان این روزها متصل مشغله عثمانی و باب گفتگو با سفرای دول متخاصم عثمانی را دارند. مضاف این که چنین مجلسی مسلماً برای ایشان ملال‌آور است. نکند بعض آقایان مقرب الخاقان هم مشمول همین معنا دعوت نشدند؟ مدعوین مجلس که قرار است چند روزی میهمان جناب شیخ الاسلام باشند، جملگی از فلاسفه حوزه درسی شام و بعلبک و اندلسند. گمان نمی کنم مشرب فلسفی ایشان با مشرب اخباریگری حضرات، صدر الممالک، صدارت پناه و امثال هم چندان چفت هم می افتد. علاوه این که خوف داشتیم بحثای طلبگی این مجلس را با اظهار نظرهای نامناسب به سطحی از مناقشه جویی های شبه برانگیز تقلیل بدهند که مایه شرمساری ما نزد علمای میهمان شود. با این حساب مجلس امشب فرصت خجسته است برای محمد صدرا تا نکات درخوری را که در باب برخی از مسائل فلسفی است با حاضران در میان بگذارد. خدا کنه که این طور بشه. خاصه این که میهمانان اندلسی ما به جزم میپندارند که در حوزه معرفت شناسی فلسفی مسلمین هموطن اونها ابن رشد حرف اول آخر رو زده. یا للعجب از غربت فلاسفه ایران. مطلب با گروه در میان گذاشتی؟ گل رخ سلطان میشنود دیوانه میشود. چاره چیست؟ حکم شاه فرموده است زیاده دست دست کنیم ضرب و تاب مطلب بیشتر میشود. افلک معصوم گل بهار، این چند روزه نه خواب داشته است نه خوراک. اون که زن عقدی شاه میشود سوگولی هم باشد باید بداند که روزی یک کس دیگر جایگزین می شود. این سرنوشت همه زنان حرم است. حق با شاهزاده خانم است. حالا قصه ندارد که یک روزی هم من سوگلی شاه بودم تا سر و کله تو پیدا شد. اما تو هم دولت مستعجل نو آمده از بازار علی‌رغم به سنت همیشه جای کهنه دلازار را میگیرد. حتم بدان این دخترک سرتق که متصل هواخواهیش میکردی از همان شب زفاف به بعد جای تو را در دل شاه خواهد گرفت. گیریم که این طور باشد. به تو چه میرسد باجی متروکه؟ لذت این که تو هم طعم تلخ از چشم شاه افتادن را خوب مزه مزه کنی. از موجود کینه توز و مفلوکی چون تو جز این انتظار ندارم. اگر زر بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همان کنگر فروشی. خجالت بکشید. تو رو خدا زنای عالی قاپور رو ببینید. به زنای بی آبروی نقش جهان گفتن علیک السلام. به تو چه
چه مربوط است؟ خاجی اندرونی یا کلانتر باشی اصفهان؟ بخندین، بخندین. وقتی سیر تا پیاز مطلب و به سمع مبارک شاه رسوندم، اون وقت گریتونم میبینم. به اهل اندرونی شاه اهانت میکنی ها؟ خانم ها به خدمتش برسید. محال است، محال است زنده شوم. قریب 600 سال از زمان تألیف کتاب تحافت الفلاسفه امام محمد غزالی میگذره و کسانی در بیان تأثیر شگرف او گفتن که حمله غزالی به فلسفه چنون کمر فلسفه رو شکست که دیگه هیچگاه بعد او قد علم نکرد. شاید این سخن مبالغه آمیز باشه، اما به هر رو مبین اینه که در طی 600 سال هنوز فلاسفه مسلمون نتونستن پاسخهای مقبولی و برای سه اشکال بزرگ ایشون به فلاسفه در خصوص انکار علم خداوند بر جزئیات، انکار معاد جسمانی و انکار حدوث عالم پیدا کنند. امری که حقیر گمون میکنم در ظل قائلیت به اندیشه اصالت وجود و نظریه حرکت جوهری قابل وصول است. در خصوص علم خداوند کتاب مبین می‌فرماید ان الله یعلم ما فی السماء والارض. نص مذکور دلالت دارد به اینکه علم خداوند همه امور عالم ام از کلیات و جزئیات را در بر می‌گیرد، در حالی که پاره ای از فلاسفه با اتکا به قواعد فلسفی جز علم خداوند به کلیات را نتوانستند اثبات کنند و منکر علم خداوند به جزئیات شدند. در این فقره بنده قائلم به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، به این معنی که میون دخالت مستقیم، جزئی و لحظه به لحظه خداوند در کار جهان و قواعد و نظام و کلیات طبیعت و فی الواقع میون علم همزمان خدا به کلیات و جزئیات هیچ دوئیت و تنافری نیست و ایدو عین هم و در کنار همن که کل یومن هو فی شأن. جناب شیکاغاسی از باب تشریفات مراسم اقمایل شمانه ببید. بگویید به خواست شاه مراسم باید ساده و ساکت برگزار شود. ای. کجا دختر خان احمد؟ من از همه چیز با خبرم. محال از گلبهار ایلا به این کشا جسد مرا به هیزلی ببرد. حالا میخوایی چه بکنی؟ یا باید مرگ موش بخورم یا اینکه بگریزم. تو کدام را توصیه میکنی؟ فکر آبروی مادر مرحومت کرده ای؟ اون خدا بیامرز هم اگر زنده بود خوشحال میشد که از این فراموش خانه گریختم.
حالا به کجا میخواهی بروی دختر؟ آخر وجب به وجب تختگاه قروق معمورین دارالحکومه است. شهر سکساران هم که باشد، بی نجفی اشرف میروم تا در جوار معصومین و مظهار پدرم ختم بخیش شدم. تو را بگیرن ریز ریز کشانت میکنن دختر. بی خدا شرف دارد به این که زمیمه ی زنان عقدی و غیر عقدی شاه بشود. برای تو هم که فلغار سوگولی شاهی اینطور بهتر است. میدانم در رنجی و با رفتن من این رنج کمتر میشود. حال الویدا خانم، تا دیر نشده زودتر برو. لااقل بگو شب را میخواهی کجا بمانی؟ فکرش را کردم، نگران نباش. حالا برو برو دیگر. بنده هنوز نتوانستم به روشنی دریابم میان اصالت وجودی که شما میگویید با اصالت وجودی که فلاسفه مشائی چون ابن سینا گفتند چه توفیر و تفاوتی است. اصالت وجود به اون معنای عقلی و ذوقی که بنده میگم گمون نمی کنم در عقاید اصالت وجودی پیش ازی لحاظ شده باشه. در نظر من وجود دارای تشکیک و مراتبه، هرچند که حقیقتیست واحد اما دارای مراتب شدت و ضعف است. فالمثال عرض می کنم که در مقایسه جماد و نبات و حیوان و انسان اون چه مشترک همشونه وجود اوناست که تقدم داره بر تفاوتاشون که ماهیت اوناست. و به همین خاطره که بنده برخلاف گذشته که پیروی استاد گرانمایم حضرت میرداماد قائل به اصالت ماهیت بودم، حالا قائلم به ای که وجود اصل همه پدیده ها و ماهیت فرع بر وجوده. در مقام مثال آیا ما میتونیم بی اون که در بد و امر وجود عشق و درد و گرسنگی و فهم و تجربه کرده باشیم بی مقدمه از خود بپرسیم چرا گرسنه و دردمند و عاشق میشیم؟ می توانید بروید. اطاعت کنم. یواش یواش.
چه کسی اینجا پنهان شده؟ اگر خودت را نشان ندهی اما گه حت میدن که از ضرب تیگی من در امان نخواهی بود. بسیار خوب، به گمانم بهتر است غلامان آدم خور شاه را خبر کنم. تو هر که هستی حتما تعریفی چیگین های آدم خور را شنیده ای. سب کن صفیح میرزا. تو اینجا چه میکنه بوزگالا دختر؟ این وقت شب تو در استب چه میکنه توتا پسر؟ به اطلاع مهتر باشی تاق زده بودم بیرون شهر. به نوا مهتر باشی، شاه پدرت اگر بفهمی بند از بندش جدا میکنی. حرفای زور همین شاه پدرم آسیم کرده که میخواهد به هر قیمتی شده تو گیس بریده را ببندی بریشی من. خیال راحت باش، اصرار تو کار خودشو کرد، هم من از شر تو راحت شدم هم تو از شر من. دوست دیزم حال میزاه ندارم. خدا را شکر، هرچند به سبب کتک های مفصلی که در کودکی و نوجوانیم اتو خوردم بی نهایت دیگه دلت را دارم، اما حالا برای هر دومان بهتر شد. زفته هم می شدیم روزگار ما سیاه بود. زیاد شادمان نباش، چون شاه پدرت قصد انتقام از هر دوی ما را داره. انتقام؟ فرمان داده تا خواهرزاده نوبالغ کنیز قفقازی را به عقد تو در آورد. خدای من، و تو؟ مرا هم برای خودش میخواهد. برای خودش؟ چطور ممکن است؟ در فقره جنس لطیف گویا برای شاهن ممکن و ناممکن وجود ندارد. خب تو حالا اینجا چه میکنه؟ ناگزیرم به تو اعتماد کنم، چون خواهری که به برادرش اعتماد میکند. که چی؟ قصد فرار دارم. فرار؟ پیش از اون که شاه پدرت خواست خود را عملی کند. گرفتار بشوی میدونه چه بیروزت میآورن؟ دیگر آب از سرم گذشته، هرچه میشود بشود. فقط از تو تقاضا دارم، شطور دیدی ندیدی؟ صبر کن دیوانا، میدونه اگه شاه پدرم بفهمد دستور میدهد تیکه تیکت کنه؟ گوش کن صفی میرزا، من و تو همبارا در ستیز و لجاج بودیم. بگذار لاقل از این دیدار آخر خاطره خوش برای هر دوی ما بماند. من زودتر میروم. تو هم از حیات پشتی برو. غلامان از آنجا کمتر تردد دارن. در انتهای حیات دهلیز است و انتهای دهلیز دری کوتاه که به کوچه بیرون آلگاپو راه دارد. این راه را در زمان کودکی کشف کردم، وقتی تو بگست کده دنبالم میکردی. خداحافظ صفی جان. این لطفی تو را هرگز فراموش نمی کنم. جناب ملا صدرای شیرازی، ترتیب این مراتب وجودی که می گویید از حیث تشکیک وجود چیست؟ ابتدا موجود مجرد عقلانی و عالم موجودات مسلی که افلاطون و سهروردی هم هر یک به نحوی به آن اشاره کردند صادر می شود، و از عالم مجردات مسلی همه عالم مادی طبیعت که عالمی است سراسر حرکت و تغییر و دگرگونی مستمر، که بنده اونو بر مبنای قاعده فلسفی حرکت جوهری استنباط کرده. هر موجودی جنبه‌ای دارد ملکوتی و لایتغیر در عالم اعلا و جنبه‌ای زمینی و متغیر در عالم سفلا که همو عالم ماده است و همی وجه دوم وجود موجودات است که مشمول حرکت جوهری می شود.
که اگر حرکتی در ظاهر اشیا است، نشان از حرکتی است که در باطن اونا جریان دارد. و به قول حکیم فرزانه حاضر در مجلس، حضرت میر فندرسکی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. بر مبنای ای اصل، همه عالم مادی مساوی است با جنبش و حرکت و جوششی از نقص به کمال در راستای از اویی و در مسیر به سوی اویی. بنده معتقدم که اصل حرکت جوهری میتواند در حل بسیاری از مسائل لاینحل فلسفه، چون رابطه بین حادث و قدیم، حدوث جسمانی روح، تکامل نفس و معاد جسمانی کارگشا باشد. بچه جون بوده برو خونه، بریم. تقسیم مادی و غیر مادی به عالم حرکت مطلق جوهری و عوالم مطلق ثابت، قاعده وحدت علت و معلول چه تکلیفی پیدا می کنن حضرت صدرا؟ خصوصا مؤذن لاینحل مانده حدوث و قدم عالم مادی در دعوای میان متکلمین و فلاسفه. به گمون بنده ای اختلاف بیفرجام نتیجه قبول دو پیشفرض غلط از جانب دو گروه فلاسفه و متکلمین است که به شرط قبول نظریه حرکت جوهری قابل رفع است. خطای فلاسفه در این است که بنا به رعایت قاعده وحدت علت و معلول معتقدند که معلول متغیر علت متغیر هم می‌خواد. اما این موضوع در مورد موجوداتی صادق است که تغییر و حدوث زائد بر ذات اوناست، از بیرون به اونا را پیدا میکنه و اونایی رو که روان نیستن روان میکنه. اما موجودات که طبق حرکت جوهری ذاتاً متحرک و روانند و هویتشان عین متغیر بودنشان است، نیازشون هم به علت نیازیست بسیط نه مرکب، و آفریده شدن اونا عین متحرک بودن و روان بودن اوناست. آبی خونک، گلاب و گوارای وجود، یه پیاله بدم خدمت دو؟ خیر، یعنی بله، یه پیاله مرحمت کنید. ای به چشم. نوشی جان کنی؟ ممنون. ممنونم. بفرمایید.
خدا خیرت بده خانوم، با این سکه مرحمتی، هر چند کوز آب به شما بدم اما بازم کمه. قابل داره شما نیست پدر جان، باید این آب روشنی رو به فال نیک بگیرم. ببخشین فضولی میکنم اما تو این وقت و بی وقت لاترت دو دنبالی جایی میکردین؟ بله بله، غریبی راه گم کردم پدر، از وقت روشنایی دنبال خانه آشنایی میچرخم و هنوز آن رو نیافتم. از حرف زدنت معلومست که آدم حسابی هستی همشیره، دنبال کی میگردی؟ خانم سالخوردهی به نام بیبی لوبت. ها همون عجوزه که دلاک و مردشوی آلی قاپوه؟ بله بله، دنبال خانه او میچرخم. حالا با اون زنه چی کار داری؟ خب میخواهم غسل و کفن مرا بعد از موتم انجام دهد. فرمایشات میفرمایین داد دختر به این جوونی و وقتی موت؟ خب دوچار آرزه لاعلاج و مصری شدم. ای دادی بیدا، چرا اینو همون اول نگفتی همشیره؟ تا شما هم مبتلا نشدید زودتر نشانی بدهید رفع زحمت کنم.